بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تیوی که قرار شده از این به بعد برنامه ما رو تو مسلمان تیوی ببینن. امیدوارم حالتون خوب باشه، اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک. اگه تا به حال عضو کانال مسلمان تیوی نشدید، روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه. بعد از اعلام خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش تو ویلای شخصیشون که هنوز مشخص نیست قاتل یا قاتلین کیان، دوباره یه عده سلبریتی سر از تخم بیرون آوردن و به این بهانه دارن به جمهوری اسلامی حمله میکنن. همونهایی که در ماجرای غزه و فلسطین لالمونی گرفته بودن و معلوم نیست کدوم سوراخ موشی قایم شده بودن، اما الان دوباره به این بهانه شروع کردن به یاوه سرایی. بریم صحبت‌های امین حیایی، یکی از بازیگرانی که تو این مملکت به واسطه امنیتی که این مملکت براشون ایجاد کرده و فراهم نموده شغل بازیگری رو انتخاب کردن، پولهای کلان هم به جیب میزنن، اما درباره کشورشون ببینید چطور صحبت میکنن. آقای حیایی، تصدیق میگم به شما، خبر غم‌انگیز و وحشتناکی بود. شما دو طرف هم مثل کسی بود که ما هم دارید توی توال در واقع شرک مجازی سر صحنه فیلم برداری بودیم، شرک قصدی که این خبری که دیدیم اصلا کلن کار ترتیب کردیم، کارگردان گفت اصلا تو ماری نمیتونیم کار کنیم. همینجا بگم امین حیایی بالای 50 سال سن نشه، یه وقت فکر نکنید مثلا از این جوانای 25-30 سال است. از زمانی که من یادمه ایشون بازیگری کرده. ادامهش هم بشنویم. که همون لحظه به فکر نسید بیمه درد بایید که اصلا چه اتفاق افتاد و وقتی رسیدیم داشتن جنازه رو میبردن. واقعا متاسفم، نمیدونم چه اتفاق داره که این دنیا میفته. واقعا سر هنرمند خوب مملکتم استاده حضور ما میشهی که واقعا همه به گردنشون رب داریم، هر که تو سینما کار میکنه. البته اینجا منظورش این بود که ایشون به گردن همه هنرمندا حق دارن، چون پیشکسوتن به هر حال. حالا اینجا ما شرایط رو درک میکنیم، میگیم شاید به خاطر مسائل روحی ایشون حواسش نبوده. ادامهش هم بشنویم. ما متاسفانه شوکه شدیم، حالا ما نمیدونیم که چه اتفاقی بوده، کی نبوده، دشمنی بوده، چه اتفاقی بوده که حالا اینجوری بخون انتقام بگیرن از ایانه. اینقدر آدمی که بازارش به هیچ کسی نمیرسید، تنها تو خونش بود و نشستم زندگی میکردم. خیلی جالبه، میگه کینه بوده، دشمنی بوده، آزارش به کسی نمیرسیده. اونایی که دارن ربطش میدن به جمهوری اسلامی، یه سوال ساده من بپرسم: جمهوری اسلامی دیوانه است، بیکاره، مرض داره؟ یه آدمی که داره کار خوش میکنه، ایشون چند وقت پیش هم یه مسئله برای مجوز یکی از فیلماشون ظاهرا پیش اومده بود، اومد یه کلیپ داد بیرون، اونم ظاهرا حل و فصل شد، تموم شد رفت. جمهوری اسلامی چرا باید یه همچین آدمی رو از سر راه برداره؟ اصلا من نمیفهمم چرا اینا میخوان اصلا جمهوری اسلامی رو قاتل معرفی کنن. نکته اساسی اینجاست. ببین، یه موقع شما میگه تعقیب و گریزی بوده، پلیس دنبال مثلا یه سارق مسلح بوده، تیراندازی شده، شلیک شده، یه آدمی جونش رو از دست داده، یا خب طبیعی منطقی تو همه جای دنیا هم هست، احتمالاته. اما اینجوری بیای جمهوری اسلامی رو در مزان اتهام قرار بدی که یه دفعه کنن آقا هر روز مثلا چند هزار نفر رو دارن تو جمهوری اسلامی میکشن، بعد فقط هم با هنرمندا مشکل دارن. این نکتهش اینجاست، فقط با هنرمندا مشکل دارن، مثلا بقیه اگر بمیرن مشکلی نیست. ادامهش هم بشنویم. خدا رحمت دخترش نبود اون لحظه خونه، ولی متاسفانه صحنه جرم دیده و خودش خبر. متاسفانه خود دخترش خیلی تاسف انگیز تو مملکت دیدم که این اتفاقا برای هنرمندمون داره میفته. ربطش میده به مملکت ها، دقت کنید، خیلی متاسفیم تو مملکتی که خب بابا اون یارو خودش خودکشی کرد، آقای کیومرث پوراحمد خودکشی کرد، این چه ربطی به جمهوری اسلامی داره؟ این به سبک زندگی طرف، به عقایدش، به اون روش و منشی که انتخاب کرده ربط داره، به جمهوری اسلامی ربط نداره ها. شما رو تحقیق بکن، اونهایی که خودکشی میکنن از یک فقر معرفتی رنج میبرن، وگرنه طرف بوده خیلی هم پولدار بوده. این بحث مادی و ظاهری و اینا هم نیست صرفا، یه موقع طرف خیلی هم پولداره اما میره خودکشی میکنه. چرا؟ به ته خط میرسه، به بنبست میرسه. یه جوون انگلیسی رو من بارها گفتم اینو، یه نامه ای ازش به جا موند بعد از اینکه خودکشی کرده بود، قبل اینکه بخواد اقدام به خودکشی کنه یه چیزایی نوشته بود، این نامه پیدا شد، دیدن نوشته آقا هر چیزی که به ذهن شما برسه من در دنیا تجربه کردم، تمام لذت هایی که بگی،
مثلا بهترین ماشین، بهترین خونه مسافرت‌های متعدد، بهترین وسایل خونه، هر چی که شما فکرشو کنی من تجربه کردم، فقط یه چیز مونده بود تجربه نکنم، اونم خودکشی بود. ببین این فقر معرفتی و معنویه که باعث میشه طرف خودکشی کنه. حالا کیومرث پوراحمد نه هر کس دیگه ای، از این به بعد هر کس خودکشی کرد تو ایران فردا اینا راه بیافتن تو خیابون بگن ببین ناکن جمهوری اسلامی یه کاری کرده طرف خودکشی کرد. خب این همه آدم، ببین اگر بگی فقر هست، تورم هست، گرونی هست، مشکلات هست، خب 88 میلیون جمعیت ما داریم الان، یکی از کشورهایی هستیم که آمار خودکشیمون نسبتاً پایینه، آمار افسردگیمون نسبت به کشورهای مدعی رفاه و فلان و اینها مثل سوئد و کره جنوبی و ژاپن و اینها خیلی پایین‌تره. الان تو ژاپن و انگلیس وزارت تنهایی تأسیس شده. تو ژاپن آدمای کرایه‌ای میارن، پدر مادر کرایه‌ای، خواهر برادر کرایه‌ای، انقدر جمعیت کم شده مردم یه کنج عزلتن. مثلا سالی یه بار یه تولدی چیزی میخواد بگیره، به پول ما نمیدونم ساعتی مثلا 2300 هزار تومان، 500 هزار تومان، 2 میلیون، نمیدونم چقده، یه پولی میدن فرزند کرایه‌ای بیارن، نوه کرایه‌ای بیارن. ببین به کجا رسیدن. این فقر معرفتی ربطی به جمهوری اسلامی هم نداره، نچسبید به جمهوری اسلامی، یه مقدار منطق داشته باشید. ببین ادامه‌اش هم بشنویم. آتیلا پسیانی هم میخواد بندازه گردن جمهوری اسلامی. بابا سرطان داشته، مریض بوده، عمرش تموم شده، عجل اومده سراغش، خدا نگهدار. هر کدومون بیاد سراغمون باید خداحافظی کنیم از دنیا. کیومرث پوراحمد خودکشی کرد، داریوش مهرجویی به قتل رسید، آتیلا پسیانی هم سرطان داشت. این تقصیر مملکتیه که ما توش زندگی میکنیم. انگار مثلا جاهای دیگه دنیا کسی نمیمیره. ادامه‌اش هم بشنویم. افسردگی روح به دلیل دوری از خداست. خدا تو قرآنش میگه، میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب. هر کس میخواد آروم بشه و آرامش بگیره، دوای دردش یاد خداست، ذکر خداست، خدایی زندگی کردن. اینا همش داستانه. جمهوری اسلامی افسردش کرده. خب این همه آدم توی مملکت زندگی میکنه، اونا چرا افسرده نشدن؟ فقط یه هنرمنده افسرده شده، اونم کسی که چندین سال بازیگری کرده. مگر شما نمیگید هنر روحیه انسان رو لطیف میکنه و فلان میکنه؟ خب این لطافت رو در زندگی خودشون هم به خرج بدن. ما الان نمیخوام کسی رو قضاوت بکنیم، ما چون ایشون داره اینجوری حرف میزنه داریم جواب ایشون و امثال ایشون رو میدیم. ادامه‌اش هم بشنویم. امیدوارم که تر همه چه نمیدونم کجا هم چه تموم شد خفیات میدونم از این خبر هم اشتر میشه. خب بریم من یه عکس هم به شما نشون بدم. این عکس خیلی جالبه، از هنرمندا، بازیگرا و سلبریتی ها. نمیدونم الان میبینید رو صفحه؟ بله دارید میبینید. چرا اهالی فرهنگ و هنر غرب به خاک سیاه نشستن؟ یه کسی که 2-3 سال پیش خیلی بدنام شد، یه سری از این خانم‌های بازیگر و اینا رفته بودن گفته بودن که بابا این زمانی که اینجا بود خلاصه اون خانم‌ها رو مورد آزار اذیت جنسی قرار داده بود، این خبرش اومد بیرون رسما، یه دی افتادن حکایت و اون جنبش میتو و اینها بود. بعد اونم اومده متلک انداخته به جمهوری اسلامی، گفته ببین شما دارید بالاخره هنرمندا رو زیاد میکنید و فشار میارید و اینا زود میمیرن. این بازیگرا، این کسایی که اینجا دارید میبینید، افراد مشهور غربی، 63 سال، 36 سال، 28 سال، 50، 27، 49، 27، 28، 29، 27، 40، 28، 28، همش تقریبا زیر 40، یکی دو تا مثلا 68 و 76 ساله هست. خب بعد چجوری مردن؟ دار زدن ناشی از زوال عقل، مصرف بیش از حد دارو، اووردوز با مواد مخدر و قرص خواب‌آور، اووردوز با الکل، اووردوز با مواد دوباره، اووردوز با هروئین، شلیک گلوله به خود، مصرف زیاد کوکائین، دار زدن، پرتاب از پشت بام، دوباره دار زدن، پریدن از صخره، اووردوز با مواد و الکل، شلیک به سر، شلیک به سینه، شلیک به سر، دوباره شلیک به سر، غرق کردن خود در رودخانه، پریدن از پل. بعد چیکاره بودن؟ بازیگر، 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 خواننده، خواننده، بازیگر، گیتاریست، موزیسین، طراح مد، بازیگر، خواننده، نویسنده، نقاش، گزارشگر، بازیگر، کارگردان، سرآشپز. خب اینا که دیگه تو ایران نیستن که، بذار من پایینش هم به شما نشون بدم. اینا که دیگه تو ایران نیستن که، اینا خارجن. پس اینا چرا این اتفاقا براشون افتاده؟ یه چیزی بگید منطق توش باشه. من نمیگم با جمهوری اسلامی دشمنی نکنید، بارها اینو گفتم، هر کسی یه اعتقادی داره، یه تفکری داره، یه بینشی داره، شما بیا با جمهوری اسلامی هم دشمنی کن، ولی خدا وکیلی خودت تو خلوت خودت خجالت نمیکشی این حرفا رو میزنی؟ بابا دشمنی هم میکنی، یه ذره سواد داشته باش، یه ذره فهم داشته باش، یه ذره شعور داشته باش، یه ذره منطق داشته باش، که اگر دو نفرم حرفتو شنیدن بشینن فکر کنن بگن فلانی یه حرفی زد.
الان چرا شهید مطهری هنوز که هنوز بعد از 40-50 سال که سخنرانیش تبدیل به کتاب شده، یه عده زیادی موافق و مخالف میرن کتابایشون رو میخونن؟ چرا؟ چون متفکر بود، قبل اینکه حرف بزنه فکر میکرد. بعضیا فکر میکنن چون حرف مفته دیگه، باد حواس، نه کنتور داره نه مالیات داره، هر چیزی میتونن بگن. البته متاسفانه تو ایران ما اینجوری ها، هر جا یه سلبریتی حرف مفت بزنه یقشو میگیرن. تا اینجا فعلا دارن باشون کنار میان، حالا دلیلش چیه نمیدونم، ان شاء الله مسئولین میان توضیح بدن این مسائلم حل بشه. یا علی مدد، التماس دعا، خدا نگهدارتون.